قدرمن لیدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ونې هیله د چروغ جوړ اوسي او خیسته ورځ به مو پیل کړي اوسيږي. بیا هم د پخلی پخبرونه کې زمين اکبر یزما همکار حشمت نورزی را سره به وی کنه، خو حشمت اوس نخ کاری او به ګورم چې را به شي کنه. نو هیله دشته زمونږ پروګرام وګوري او زمونږ د پروګرام ملتیا وکړي. واه واه حشمت جان هم را ورسېدو، حشمت بخیر راغلی. تشکر، زنده باشی. من به نوبه خود سلامای خود تقدیم میکنم، خدا کنه که جور و صدمن باشید. مینته څنګه صد دی خدا ډیره زیاته مننه کوم حشمت جان، شکر زخیمه خدا چې ته خبرونه کې نو وختره ورسېدلې خبرونه ته. نو زه لکه شانتي په تشویش شوم او ناراحته شوم، خو اوس خیم دا چې ژمه ده، هوا ډیر زیاته سړه شوې ده، هوا یخه ده. باید هڅه وکړو چې د ګرمو جامو څخه ګټه واخلو او همدارنګه خپل ځان ګرم وساتو، د ګرمو خوړو څخه ګټه واخلو. دا چې هوا هم ډیره زیاته ککړه شوې ده، نو باید تل د ماسک څخه کار واخلو. تاسو هم هڅه وکړئ چې تل ماسک وکاروئ، په خصوص د شپې طرف نه هغه کسان چې باندې زیاده دندو نه وخته راځي. هڅه وکړئ سهار موسم کې هم د ماسک څخه ګټه واخلئ، ځکه چې هوا ډیره زیاته ککړه شوې ده. حشمت ته به راته ووایې چې نن په خپرونه کې غواړم چې پیرکی، ځینې کسان پیرکی ورته وایي، ځینې کسان بولاني. خو ډېر خلک بولاني ورته وایي. نن غواړم چې د کوفتې د غوښې څخه بولاني چمتو کړم، هغه هم په داش کې. متاسف کوي شو چې په داش کې هم چمتو یې کو او په غوړي یا په توا باندې هم چمتو یې کوم. ډېر ښه حشمت، بولاني خو زما هم زده دي، زم کولی شم چې پاخه یې کړم. او بل دا چې زما ډېر خوښېږي هم چې وی خورمه. او نن ته غواړې چې د کوفتې څخه، د کوفتې د غوښې څخه موږ ته بولاني چمتو کړي او هغه په داش کې. درست از بولاني یاد داري، مګر می بولاني که امروز برات پختم میکنیم د زندگی ما. مادر جان تون برات تا خود پخته کده باشه، خو من امروز برات پخته میکنم. خود در قدم اول من حشمت آرد شما ده بسازیم. آها، نو ده کفتی بولانی وقتا خواهند بودی. اوره چمتو کم، اوره چمتو کم یا پلاستیک، دازمون پلاستیک دلتر وکسه و پلاستیک یا پلاستیک نه، یا کاسا یا دیش چه سرپوش بلاری، اوره چمتو کم و او ترمیزای یا گرمیزای که یک دو تر اغاچه ده، اوره چم پسایی توگا اماده سی یا وره سیگی دلتا داشت دا اوره با تر اغا چه چم تو کام دا داشت که اگدم تر داشت که نه دیش که او بلکل پا دیش که خواه پا دیش که اگدم خواه تر اغا زو دا مصرفی توکو پاکیج گورو. بلکل خدر من لیدن که اوس همزو پگر سرا دا ارین توکو پاکیج گورو. اشما جان غوره چی پخبروانه که منگ تا دا کفتی سخا بولانه جور د کوفتې بولاني مصرفي توکو پاکیج، د کوفتې غوښه، پیاز، تور مرچ، سره مرچ، وچه دڼیا، زیره، دولما، رب، دالنخود، اوړه، مالګه او غوړي. خرغوس لیدونکو دا نن ټکو پکیج مو هیله ده چې تاسو له ځان سره یاداشت کړی اوسیږي، په خپلو کورنو کې چمتو کړی او خوند ترې واخلئ. حشمت جان په خپرونه کې د کوفتې څخه غواړي چې پیرکي یا هم بولاني چې ورته وایي چمتو کوي. نو هیله ده چې تاسو یې هم زده کړئ. تاسو په خپلو کورنو کې ډېری وخت بولاني یا هم پیرکي چمتو کړي وي، خو لیکن ځکه چې یو ډول هوا سانه ده او ښه خوندور هم وي، نو ډېری وخت به مو د ګندنې څخه یا هم د پیازو څخه یا هم د کچالو څخه به مو چمتو کړي اوسیږي. خو لیکن حشمت غواړي نن متفاوته بولاني چمتو کړي د کوفتې د غوښې څخه. قدر من لیدونکو د ژمي په موسم کې تاسو هڅه وکړئ چې د ترو څخه ګټه واخلئ، ځکه چې په ترو کې شته ویټامین سي او کلسیم د هډوکو د کلکوالي لامل کیږي. او همدغه ده چې ستاسو د بدن کلسیم او ویټامین سي پوره شي، نو هیڅکله به هم زکام یا ریزش کیږي نه. نو حشمت اوس هم غواړي په کړای کې اضافه کوي؟ بله، روغن اضافه میکنیم. خخ، باید په کوم اندازه اضافه شي؟ دغه اندازه هم وایي زیات اضافه شي کنه لږ؟ نه، روغن خوب زیات خدیر خیدا کرای نورم دیگه کنو چه ده؟ روغن هر چی کوشش کنیم که کم استفاده کنیم، به اندازه استفاده کنیم بهتر است. از اینکه روغن زیاد استفاده کنیم، غذاهای ما چرب زیاد باشه، روغن به اندازه باشه. اگر چی کم باشه هم خوب است، به صحت ما مفید است. به او لحاظ میتونیم که از روغن کم استفاده کنیم. خب، حالا پیاز داخل روغن اضافه کرده. حشمت، تا خو یادونه هم وکړله چې غواړي په داش کې چمتو کړي، خو کولی شو چې که داش ونه اوسي په هغه صورت کې په کړی یا هم په دیګ کې چمتو کولی شو؟ بله، میتونیم که اگر در داش نباشه باز بالای تاوه یا در خانه که بولاني پخته میکنیم به همون شکل آماده بسازیم. خانو ډېر ښه. قدرمن لیدونکو تاسو تل هڅه وکړئ چې زموږ د پخلی پروګرام تعقیب کړئ، وی ګورئ تر څو چې تاسو هم همدغسې خوندور خواړه زده کړئ او په خپلو کورونو کې چمتو کړئ.
ځکه چې د خوړو زکول د پخلی زکول زموږ اوس لپاره ډیر ښه دی. هغه کالک اوسې که جلې اوسې، نو په هلکانو هم مسافرت راځي او په جنکۍ هم. هدیا خل، تاسو هم دغومره وکولی شئ چې د ځان لپاره یو څه چمتو کړئ او خپل ځان پرې موړ کړئ. او بل دا چې اشمت، ډېری وخت باید موږ تاسو هڅه وکړو چې د ترکاري لرونکو خوړو څخه ګټه واخلو. ترکاري لرونکي خواړه زموږ ستاسو د ښې روغتیا لامل کېږي، او هغه خواړه چې ډېر زیات غوړي اوسېږي، ثقیله اوسېږي، یا هم غوښه اوسېږي، یا هم ډېری وخت لوبیا یا هم نخود اوسي، نو زموږ ستاسو د ذهن د کمزوروالي لامل کېږي. هڅه وکړئ چې د ترکاري څخه ګټه واخلئ. اشمت، هوږه هم اضافه کوي؟ بله، سیره هم اضافه میکنیم. اشمت، ادرک یا هم زنجبیل دی راوړی دی، ځکه چې ژمی ده. موږ تاسو باید تل هڅه وکړو په خوړو کې د ادرکو څخه ګټه واخلو، او که ادرکو څخه په خوړو کې ګټه نه اخلو، حداقل د ورځې خو یو ګیلاس د ادرک یا هم د زنجبیلو چای باید وڅکو. بله، اینمی گپاس که زیاد ما شما یادآوری میکنیم. هر روزی که من اتاک میارم و در یخچال میمونم، بر فرداش که میایم که هیچ چیز درک نداره. اینمی گپا رو دیگه نزن. آی گپا رو دیگه نزن که همکارا چای زنجفیل، چای زنجفیل هر روز نوشی جان میکنم. خب، پیاز هم امرو با سیر و میشکل سرخ میشه، حالا کم زیره اضافه میکنیم. اشمت، تا نه پیګم تا بلی دلی کنه، ما خو د سلی دلی ډیرې کسان دي کله چې غواړي پیرکی بولانی چمتو کړي، نو په موادو کې هګۍ هم اضافه کوي. نو څنګه یا هم د هګۍ پیرکی چمتو کوي؟ نو تا تر اوسه خوړلې لیدلی ده؟ میتونیم که از تخم هم استفاده کنیم امرو ازی، هم از تخم جوشانده که جوش بتیمش، هم از تخم ساده که میتونیم تخم به شکل ساده بالای بولانی وقتی که اضافه کردیم زرداش خوبتر آماده میشه. داخل مواد یک دونه یک تخم اضافه کرده، پس بولانی را آماده میسازیم و داخل قالب میمونیم، در داش میگذاریم، به اون شکل هم میتونیم که آماده بسازیم. حالا پیاز در حالت سرخ شدن است. او زیره دی هم اشمت اضافه کرده کنه با پیازو کدیم؟ زیره هم اضافه کردیم. حالا گوشت کوفته اضافه میکنیم. دیخه خدارمون لیدن که پیاز په پیل کې غوړی سره کړل، وروسته له هغه نه پیاز سره کړل. پیاز کې زیره هم اضافه کړله، او تر څنګ یې هوږه هم اضافه کړله. اوس چې پیاز لږ شانتې سره شوي دي، هوږه هم لږه سره شوي ده، نو اوس هم کومه غوښه چې کوفته کړې وه، نو اوس هم کوفته شوې غوښه اضافه کړله تر څو چې په سمه توګه باندې سره شي. اشمت، تر اوسه د تندوري بولاني خوړلی دي؟ د تندور بولاني؟ بولاني تندوري، یا بولاني تندوري خود خوردیم، زیاد خوردیم، اگر چه بگیم کم زیاد خوردیم. واقعا این بولانی داشی، بولانی تندوری هم کم روغن است، هم مزه‌دار است، میتونیم که برای خود در خانه آماده بسازیم. اینکه در خانه اگر تندور وجود نمی داشته باشه، خود داشت حتما داریم، در داشت هم میتونیم بولانی رو آماده بسازیم. خب، به این شکل کوفته رو می‌گذاریم تا کم سرخ شود. بعدا یک دانه پیاز دیگر گرفته در روغن سرخ میکنیم، یک دو قاشق رب داشون دادیم تا یک خورمه آماده شود. به خاطر از اینکه دال نخوت به اون شکل آماده بالاش اضافه کنیم، یک مقدار دال نخوت به شکل خورمه کم آماده شود، باز بولانی بسیار مزه‌دار آماده میشه. او طریقش بسیار آسان است. پیاز که یکم سرخ کردیم، یک قاشق دو قاشق رب مندازیم، او را هم در روغن سرخ میکنیم، یکم آب انداخته، بعد دال نخوت داخلش انداخته، به این شکل بسیار آسان میتونیم آماده بسازیم. میتونیم که به جای رب از رومی هم استفاده کنیم. هر آن چیزی که در خانه داریم میتونیم به اون شکل او را آماده بسازیم. خب، گوشت کوفته را هم ماندیم به این شکل جور شود، و یک دونه پیاز هم میده کنم و که خورمه را به خاطر دال نخوت آماده بسازیم. تا وقتی که پیاز رو میدان میکنیم و خورمه رو آماده میسازیم، میریم یک وقت کوتاه میگیریم. قدر من لیزن که اوزو و یه ویلین دیدم میتا و رسول زمین بی همزون سرپاد شد. قدر من لیزن که بیا هم خرق لست لند شانده ما و دادمی پیلار که شما جان کمه ده کفته شوی غوخه ایش راوری و ده پیازو او ده هوگی سره. سمه توګه باندې سره کړله، چمتو شوي ده، او تر څنګ یې په بله کړی کې هم غوړي سره کړل، او ورسره رومیان اضافه کړل، او کوم نخود چې جوش کړي ول، نرم شوي ول، نخود نه رښتیا دال ول کنه، دال نخود اضافه کړل. نو اوس یې هم دولمه مرچ ټوټه کړي، دولمه مرچ یې د کوفته شوي غوښې سره اضافه کړل. بله، حالا نوبت رسیده بعضی که مرچ دولمه را اضافه کنیم، و همچنان چی مسالجات، مسالجات یک اندازه مرچ سرخ اضافه میکنیم که کم تند شوه. خخ ډیر ښه. اشمت، که څنګه چې د غوښته ده، دا کوفته شوې غوښه په سمه توګه باندې سره شوې ده، پخه شوې ده کنه؟ بله، به شکل صحیح آماده شده. مرچ سرخ، مرچ سیاه، نمک و بسیار کم تخم گشنیز هم اضافه میکنیم. البته تخم گشنیز دانه‌دار اضافه میکنیم.
ډېر خاشمه دلته تر څنګ دي په بله کړۍ کې هم که څنګه چې ما هم یادونه وکړه لهصرف رومیان او ځالنه خود دي اضافه کړي دي او که نه نور مواد هم اضافه کړي دي. پیاز رو سرخ کردیم، براش دو قاشق رو اضافه کردیم و رو به هم کم راش کم سرخ کردیم و آب اضافه کردیم و حالا نوبت رسید که با آب اضافه کردیم سرپوش رو میمونیم. خوشمت مدل دتا بولیدلی که زمان ذهن هم دستی بولیدل نپیگم زنگ کاروشو تا رومیان توتا کرل نو ما فکر رو کشنا رومیان دیده دی دل نخود سر اضافه کردیم. نه رومی رو هم برای اضافه نکردیم صرف رو اضافه کردیم. بس خب. پیری و زهری داشمت ایگا پا هست خیر یکان وقت ایگا پا میشه خب. نو دا دل نخود دا غواری چی دم دی کفته شو بگو خسته را میکس کری بله. گلی کری خخا خب آن نوبت رسیده بعدی که خمیریش باید آماده بسازیم نو دی پکل موه یشمت دا دا پیرکوی هم دا بولانی لپر چلی کم اوره لمده کرل چم تو کری دیدی سه دی زفه کری دا هم موه دا ایچ دگه زفه نمیکنیم صرف آرد است بسیار مقدار کم روغن اگر اضافه کنیم به خاطر از اینکه در داش آماده می‌سازیم در صورت که در داش آماده بسازیم باز مقدار کم روغن به خاطر که زود خودم نان زود خود قاق نم نکنه به او خاطر میتونیم که یک مقدار روغن یا یک بسیار یک مقدار کم شیر هم داش اضافه میتونیم تا که نان شکم نرم باشه نو ډیر خدا خلا خدا او غوړی لا غوړی چه خبرش بله. مد نو خا اوس هم غواړی چې زغاله جوړ کړي بله زغاله آماده می سازیم وقتی که زغاله رو آماده ساختیم مدت یک چند دقیقه ایره مگذاریم در جای میمونیم تا که یک کم برسه ډیر ښه نو قدرمن لیدونکو خلیل چې زموږ پروګرام مو تر دې دمه کتلی وي خو که مو نه وي کتلی کولی شئ چې د شمشاد ټلویزیون فیسبوک پاڼه او په یوټیوب کې د بیا ځل لپاره وګورئ تاسو هم همدغسې خوندور پیرکي یا بولاني چمتو کړئ په خپلو کورنو کې تر څو چې خوند ترې واخلئ او د کورنۍ غړي مو هم خوند ترې واخلئ او هر ډول خواړه چې ستاسو خوښیږي چې موږ یې په خپرونه کې چمتو کړو تاسو د پخلي خپرونې په کمنټونو کې زموږ سره اړین توکي او د خوړو نوم شریک کړئ تر څو چې زه واشمت کمنټونه ولولو وروسته له هغه نه ستاسو د خوښې خواړه په خپرونه کې چمتو کړو تر څو چې نور هېوادوالې هم زده کړي او چمتو یې کړي اشمت ډېری وخت چې د ډوډۍ لپاره یا هم د پیرکیو بولانوی لپاره چې اوړه لمد کوي ځینې کسان نو دا اوړه په سمه توګه باندې نه رسیږي یعنی یا چا خبر سرکه کیږي یا پتیره پاتې کیږي نو دا د دې علت څه ده خو او که پتیر میمونه خو حتما وقتش کم است خخا. یا آب سرد امروی آب سرد پور خمیر میکنیم که پتیر میمونه این که از پیش ما خراب میشه و او خوب اما وقت باید متوجه خمیر باشیم که با کدام اندازه با کدام وقت مثلا یک ساعت میمونیم یک نیم ساعت یا دو ساعت او رو وقت میتیم دیگه متوجهش که نباشیم خود توان خراب میشه دیگه او کدام علایم نداره که ما بگویم والا به اینی شکل دیره خمیر کنی دا او آرد شکل پردی یا او زیاد پردی او گپ نداره او باید سازی میشه که خود ما و شما باید متوجهش باشیم ډیر خشمه جان او د کړای پیرکوی لپاره او د داش لرون د داش والا بولانی لپاره د غزوالای فرق لري چې بیت په کوم اندازه جوړ شي کنه پیو اندازه باید چمتو شي نه با یک اندازه باید آماده شوه که اگر یک کم بولانی داشتی یک کم خمیر شده بالاتر بگیریم خوبتر تمام میشه خب کوفته هم آماده از گازش خاموش میکنیم دال نخود هم گازش خاموش میکنیم حالا نوبت میرسه با نو ډیر ښه اشمت را ته وای چې ستا د ګندنی پیرکی دی خوخیږي د کوفته لرونکي پیرکی دی خوخیږي کنه د کچالو پیرکی دی خوخیږي والا این بولانی کچالو را که با گندنه و با یگان رومی و مرچ تازه و سیر مکس آماده میسازی اونو بسیار مزه دار آماده میشه و بولانی کوفته خود اگر وقت مزدار است خب باز نسبتاً کم قیمت تر تمام شهر کس آماده ساخته نمیتونه یا در خانه جور کرده نمیتونه به اول از ترجیح میتیم که اگر کس امکانات شد شو بیاین یک مقدار پشت گفتی کم اضافه کنن خوبتر اگر نکنن بول به می شکل از بولانی کچالو و گندنه هم میتونن تو یک بولانی داشی آماده بسازن دیر خنو دا داش قالب چی کم دا دادی هم غوار که پغاروی بنده بله دسل پارا؟ تو چی دا اوڑه اونه نخلی؟ بله بخاطر از اینکه قسمت پایینش نچسب و خویر میتونیم که دال نخوت با کفته هم یکجا کنیم نو د کفتی غوخ خو زمان لري د بیسی زایقه کوم سین نشم هیڅ کولای خو لیکن د دال نخوت چې چم تو کړی دی خو خوندور قورمه ښکاری قدر من لیدن کسان شته سو ګوري سمره خو رنگ لري نو د رنگ تر څنګ خو بوري دلته مونږ ته ښکاری ډیره خو زایقه لرون کې دال نخوت ښکاری نو هیله ده چې اشمت جانه داسې پیرکي جوړ کړي که څنګه چې همداسې مواد یې ښه ویټامین داره دي او ښه خوندور بوی لري همدغسې ذایقه هم خوند یې هم ښه خوندور ورسیږي انشاءالله همتون مزهدار آماده میشه خو گوشت و کوفته هم به می شکل با دال نخود
یک جام مکس کردیم، آلو داخل قالب اضافه میکنیم. اینی به این شکل. اشمت دیره بخ گوره دا سپین تر میده اوری چی کنه؟ از این دست اوری دوم رسپینی چی هیچ سبوس نداری؟ بیخی اقا دزال و غونه دیسی کش کگی هم یعنی غاز کوی. نو هاگ اورو سخه که منگا پیده که چم تو کرو خدی او کنه که سبوسدار اورو و سیگی دو غونه هم چم تو کوله شو؟ از آرد سبوسدار اگر آماده بسازیم باز در داشی که اگر آماده بسازیم میتانیم بخاطر که در روغنی که اگر سرخ کنیم باز دو صورت نمیتونیم. در داشی خو میتونیم در داخل قالب بگذاریم، داخل داش میمونیم و آماده میشه. باز اگر در روغن آماده بسازیم باز او خود یک کم جذبیات نداری که آرد ترمیده کس باز یک کم جذبیات داره، به او خاطر با هم خود میگیره و بولانی نمیشاره و خمیرش خراب نمیشه. نور دیش خان قدر من لیدن که تاسو هم تل هسته وکرید داش د خوړو څخه ګټه واخلئ، ځکه چې هغه خواړه چې په داش کې چمتو کېږي غوړي کم وي، او هغه خواړه چې موږ په کړایي یا هم په دیګ کې چمتو کوو نسبتا غوړ پکې ډېر زیات استفاده کېږي. نو که تاسو هم غواړئ په خپل وزن کې بدلون راولئ، وزن مو زیات نه شي، نو هسته وکړئ تاسو د داشي خوړو څخه ګټه واخلئ. نو حشمت اوس څه کوي؟ په همدغه ډول سره باید مخکې لاړ شو. به همي شکل یې را ماده میسازیم. به خاطر خمیر نرم بود من از آب استفاده نکردم، در صورت که خمیر کم سخت‌تر می‌باشه باز قسمت‌های بولانی را کم با آب کم تر کرده که به خاطر از اینکه یکی در دیگه بچسبه. ایرم را با دستم دیزاین دادم میتونیم، امرا با پنجه هم میتونیم که یک دیزاین بر ازی آماده بسازیم، یک دانه دیگهش مونده. اشما درست دید تاوی یا هم تاوی خودی لیده لیکنه؟ تاوی را ندیدیم چی است؟ د تابی یا هم د تابی پیرکی دی خورلی دی پر کلیو باندو که یاغ کسان چی دی تابی دوڑی پخوی نو آغا ورسترسنگی پیرکی هم چمتو کوی. نو ما ویلی که تا خورلی نو تی ما تو وی چی خوندی سنگ ده ما خونه دی خورلی. حالا تو دل مارا هم میکنی یا سوال میکنی؟ ناش ما درن پخته نکوم. خب از او خورده ایم مرا نانش بسیار خوشم بیا نان که در سر تاوا پخته میکنم. کم اورز بیشمه چی تا پخ پروه نکیم؟ تبای راوری او وړه به زه درته لمده کوم. ماشاءالله دومره دکې استعداد پیدا شو، وړه به زه لمده کوم او اشمت به راته د تبای ډوډۍ پخی. کله به وي؟ خب انشاءالله آماده میسازیم. ما گفتم خی میگی که من آن تاوایی پخته میکنم و در پالی ازی یگان بولانی و یگان چیزهای دیگه پخته میکنم و در این فکر بودم گفتم تاوا میارم، ولی که نان ما پخته کنم نشد دیگه معامله ما. تو ولی اونو شو نخیر اشمت خیر توز داره تا وی چی وست کوی؟ خب آلی داخل داشت مگذاریم باش که نیره کم از دم دوست مکمی یه طرف تر بانیم که جایی بولانی کم دیش خان اشمت داشت درجه باید داشت درجه باید پکم اندازه و سیگی او دستو دا قلو پر دا پیرکی پا داشت که دیتو سوشی چم توشی؟ خب ایره به مدت ده الی پانزده دقیقه که بانیم آماده میشه روی بولانی را کم چرب میکنیم، به خاطر از اینکه در داش آماده میسازیم با در صورت که در تندور آماده بسازیم باز میتونیم که اول می رقم آماده بسازیمش، وقتی که از تندور کشیدیم روش کم چرب میکنیم. باز اون روغن اگر با سیر یک جام مکس کنیم، اگر سیر و مرچ در اون خوب میده کنیم باز بالاش کم روغن پرتیم امرو از او اگر باز روی بولانی رو چرب کنیم دیگه بسیار جات مزه دار آماده میشه. خوش مات چرب کردیم. بله ایره هم با روغن میتونیم که چرب کنیم، هم میتونیم که یک دانه زردی تخم در یک کاسه انداخته خوبلات بزنیم روش چرب کنیم، هم به او شکل میتونیم آماده بسازیم. خب زردی تخم اگر پرتیم اگر رنگش یک روشن یک رنگ روشن به خود میگیره میتونیم که با او هم آماده بسازیم، ولی داخل داش میمونیم به مدت حداقل 15 دقیقه باید تیره بانیم در درجه 180 درجه سانتیگرید تا به شکل صحیح و منظم پخته شود. خانو ډیر خشمت تر هغه وخت زو ویډیو ګورو چې د میوې څخه ښکلی ډیزاین جوړوي. تر هغه وخته به ما او تا د پیرکي به هم چمتو شي او د میز سر به هم لږ شانتې پاک کړو، نظافت به نور هم مراعات کړو. ډیر ښه قدرمن لیدونکو اوس هم زه په ګډه سره هغه ویډیو ګورو چې د میوې څخه ښکلی ډیزاین جوړوي، تاسو یې هم زده کړئ او په خپلو کورونو کې چمتو کړئ.
لیدونکو ویډیو په غوړه سره وکړه. هیله ده چې تاسو د پام وړ ګرځیدلی اوسئ. اشمت جان په خبرونه کې د کوفتې څخه بولاني چمتو کړل په داش کې خېدې تر څو چې پاخه شي او چمتو شي او زه هم خوندګورم. اوس به تراته وای اشمت پیره کې یا بولاني چمتو دي کنه؟ بولاني کاملا آماده است. ما یک بار چکش کردم که هم تو خوب صحیح آماده شده بود. پایینش هم به شکل صحیح منظم پخته شده بود. بالاش هم به شکل صحیح منظم پخته شده بود. خب حالا یک ذره تال نمیتیم که حالا خدای نخواستن از سوزه. سمد خیش ما تیره اخلان و خدر من لیدون که تاسو کولی شئ چې د بولانی تر سنگ چکنی چمتو کړی او همدارنګه چکنی و نوسی کولی شئ چې خوندوری تروی هم چمتو کړی او ترین خوند و اخلی. بله. و هشمت سمر خز زیقت خوندور زیقت رین راپورت شلو واقعا زک وگی نو مهم خلیکن وس دیر زیاد وگی شما هشمت نو قدر من لیدن کو هیله ده چه تاسو هم زدکری و سیگی او پخپول کورنو که چم تو کری نو قدر من لیدن کو کسنگش تاسوی گوری هیس نس وزیدری دی او نو هم دیر زیاد پخشوی نو هم خام پاتی دی واقعا دغا درنگ نیخ کاری چه سمر خوندور بولانی چم تو شوی دی اشمت و متوجهش باید باشیم ولی بسیار گرم از دگه ای که تو چی نو نوش جان میکنی اشمت را توتایی که بیاره ای کراتا خب اون چاکوی دگر مرا بته که من توتا کنم برات ام ده سیده سیده سا مشکل نیست زکر چی خو چند تو تا برات او گرم هم ده دا داش خوړه چی داش خوړه چی کوم دی اصلا تلک شان تیر تر تو تکم داش خوړه په وسانې باندې زر یعنی دا گرموالی نه ختمیږي تر څو چې دقیق پیتیری نشي او قدرمن لیدن کو تاسو هم حساب وکړی چې زیات ګرم مخرج د خلی پوستکی مونس وزيږي قدرمن لیدن کو که زموږ خبرونه مو تر دې د منوي کتلې کولای شي چې د شمشاد ټلویزیون فیسبوک پاڼه او په یوټیوب کې د بیزل لپاره وګورئ. تاسو کولای شي چې زموږ خبرونه د پخلی فیسبوک پاڼه کې د پخلی خبرونه هم وګورئ او د خوندور خوړو زده کړئ او په خپل کورونو کې چمتو کړئ. اشمت زبا د بولانی خواندو ګورم. دوستان عزیزی بود برنامه امروز مو تا برنامه بعدی خدا حافظ و نگهدار. ډېر زه تمنه کوم اشمت جان واقعا خوندور پیره کې چمتو کړی ول قدرمن لیدونکو ډېر خوندور بولانی چمتو کړی ول تاسو یو ځل چمتو کړی نو هر ځل به چمتو کوي تر بیا وبلې خبرونه خو وخت خې چاري لا لیدلمو مننه.